جاید اولانتونجی یکی از جدیدترین آثارش را تکمیل می‌کند. این اثر بخشی از سری پورتره‌های بزرگ این هنرمند با عنوان ترایبل مارک یا نشان قبیله‌ای است که تمامشان روی صورت‌هایشان جای بریدگی سنتی قبیله‌شان را دارند. آثار عظیم الجثه او با مداد زغالی و پاستل کشیده شدند و خیلی واقع‌گرایانه هستند و گاهی به جای عکسی که با دوربین گرفته شده اشتباه گرفته می‌شوند. هنرمند 24 ساله از آنچه الهام بخش این اثر بوده می‌گوید. ایده کشیدن صورت بچه با راه رفتن تو خیابون و دیدن بچه‌هایی که تو خیابون میدوئن و بازی می‌کنن یا باز می‌پرونن یا به پدر و مادرشون کمک می‌کنن به ذهنم خطور کرد. بعد از اینکه نقاشی‌ها رو تمام کردم باهاشون ارتباط خیلی نزدیکی پیدا کردم. اولانتونجی اولین نقاشی پورتره‌اش را 1000 نایرا حدود 6 دلار فروخت. 7 سال بعد یکی از نقاشی‌های زغالی‌اش به بیش از 12000 دلار آمریکا به فروش رفت. موفقیت این هنرمند جوان تنها بخشی از بالا رفتن جهانی ارزش هنر مدرن و معاصر آفریقایی است. برای مثال اخیراً در حراج آفریقا ناو یا آفریقا امروز در بانمز لندن یکی از آثار اولانتونجی به نام آفریقا می‌رقصد نزدیک به 69000 پوند معادل 106000 دلار آمریکا به فروش رفت. و تابلوی مادر و فرزند اوزو ایگونا هنرمند نیجریه دیگر بیش از 18000 دلار و تابلوی دو دست و دو پای ال آناتسوی نیز بیش از 95000 دلار فروخته شد. گایز پپیات متصدی حراج و کارشناس هنر آفریقا توضیح می‌دهد که چطور نیجریه پس از جنگ از کشورهای همسایه پیشی گرفته و توجه بین‌المللی را به هنرش جلب کرده است. نیجریه بدون شک در خط مقدم هنر مدرن و معاصر آفریقا است. بعد از سال 1945، بعد از جنگ، در بخش هنر مدرن به خصوص سردسته هنر آفریقا است. راستش رو بخواین تنها کشوریه که در اون زمان هنرمندا و ساختار هنری داشته که خیلی از کشورهای آفریقایی نداشتن. نیجریه یکی از بزرگترین تولید کنندگان نفت قاره آفریقا است، با بهترین شرایط اقتصادی و بیشترین جمعیت. و اکنون در زمینه هنری نیز باز از بقیه جلوتر است. نازنین پایدار، صدای آمریکا.